بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در باب حیا و عفت احادیثی از اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین را با هم دیگه میخوانیم و قبل از او دیتان بگم که حیا و عفت فقط مختص در خواهران ما، فقط مختص در مادران ما نیست، فقط مختص جنس مؤنث جنس زن نیست که حیا و عفت را در از اونها ببینیم، بلکه مردان هم تمام اندازه بلکه دو چندان باید مراقب حیا و عفت خود باشن، علل خصوص در آخر الزمان که فتنه ها و دام های شیطان در هر گوشه پهن هستند برای شکار قلبای از ما و دور کردن ما از ولایت و محبت و شریعت الله سبحانه و تعالی و اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین. از آقای امام موسی کاظم علیه السلام در حدیث گوهربار آمده است که شرم و حیا نشانه ایمان است، شرم و حیا نشانه ایمان است و جای ایمان در بهشت است، در بهار الانوار جلد 78 صفحه 409. از پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، حجب و حیا زینت و زیور اسلام است. اگر زیبایی، اگر زینت، اگر زیوری در اسلام وجود داشته باشد، آن حجب و حیا هست. از آقا امام جعفر صادق علیه السلام رئیس مذهب تشیع، کسی که حیا ندارد ایمان ندارد، کسی که حیا ندارد ایمان ندارد. اصول کافی جلد 3 صفحه 164. از مولى الموحدین لنگر آسمان و زمین امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام در کلام گوهربار آمده، عفت و پاکدامنی اشخاص، عفت و پاکدامنی اشخاص به اندازه شرم و حیای آنهاست. هر چقدر شرم و حیا در ما بیشتر باشه، عفت و پاکدامنی نیز طبعا در وجود ما بیشتر هستن. در حدیث گوهربار از مولى الموحدین علی ابن ابی طالب علیه السلام، اعلاترین یعنی برترین بهترین مراتب شرم و حیا شرم کردن تو از خداوند توست. امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام در اینجا برترین و اعلاترین مرتبه شرم و حیا را، شرم ما، حیا کردن ما از الله سبحانه و تعالی میدانه، یعنی اینکه ما از محضر الله سبحانه و تعالی، از اینکه والله علیم و بذات صدور الله سبحانه و تعالی دلهای ما آگاه هست و ما خدای نکده چه در فکر و چه در اندیشه و چه در دل و چه در عمل و رفتار از الله سبحانه و تعالی حیا داشته باشیم و خدای نکده حتی فکر گناه هم در سر راه ندیم و حتی در انجام دادن گناه فکر نکنیم، چرا که اعلاترین و برترین مرتبه شرم و حیا این هست که انسان از الله سبحانه و تعالی شرم و حیا داشته باشه. از پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، هر دین و آیینی خلق و خویی دارد. اگر هر دین و آیینی به عنوان مثال یک اخلاق و خلق و خو داشته باشد، خوی دین اسلام حجب و حیا است. حجب و حیا خوی دین اسلام در نگاه پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. از حیدر کرار امیر مؤمنان علیه السلام، حیا وسیله هر گونه جمال و خوبی هاست. اینکه انسان حیا داشته باشد، در واسطه حیا تمام جمال و خوبی و زیبایی ها میرسد، در بهار الانوار جلد 77 صفحه 211. از آقا امام موسی الکاظم علیه السلام، همان گونه که در ظاهر از مردم حجب و حیا می کنید، یعنی همون جوری که در شکل ظاهری تان از مردم حیا دارید، نسبت به مردم حجب دارید، عفت دارید، در خلوت و نهان نیز از خدا شرم داشته باشید.
یعنی شمایی که در محضر مردم، در حضور عام، در اجتماع از مردم شرم و حیا و عفت داری و خودت را محفوظ نگر می‌داری، در خلوت و در پنهان، در نهان خودت، در خلوت خودت هم از یاد الله سبحانه و تعالی غافل مباش و از الله سبحانه و تعالی شرم داشته باش. یعنی اینکه صرفا فقط مردم شما را می‌بینن باعث نشه که شما حجب حیای خود را رعایت کنید، بلکه همیشه بدانید که الله سبحانه و تعالی ناظر بر اعمال ما هستند. در بحار الانوار جلد 78 صفحه 309. از آقا ثامن الحجاج زامن آهو، آقا امام رضا علیه السلام، کسی که جامعه، یعنی کسی که لباسه، کسی که جامعه شرم و حیا را از تن به دور کرد، یعنی کسی که خود را به بی‌حیایی و بی‌شرمی زد، دیگر غیبت کردن او جایز و بلا مانع است. در باب غیبت ما خواندیم که چه ایراداتی بر از فعل بد وارد بود، ولی اگر کسی خودش جامعه شرم و حیا را از تن خود دور کرد، خودش خواست که در شکل ظاهر گناه انجام بده و شرم و حیا را در تمام امور از خود دور کرد، در انجام هیچ کاری دریغ نکرد و پرده های شرم و حیا را درید، دیگر در مورد از او گفتگو کردن و صحبت کردن جایز و بلا مانع است. مولا الموحدین حیدر کرار علیه السلام می فرماید کسی که به جامعه حیا، یعنی کسی که لباس حیا داشته باشد، در اینجا آرایه ادبی در کار میره، حیا را دمانند لباس در نظر می گیرند که انسان همراه خود دارد. کسی که جامعه حیا به تن کرد، غیبهای او از دید مردم پوشیده می ماند، همون گونه که شما لباس می پوشید و عیب و نقص بدنتان از مردم پوشیده هستند، حیا نیز همین گونه هست، به منزله لباسی هست. شرم و حیا که اگر شما با خود داشته باشید، عیب های شما از دید بقیه مردم پوشیده هستند. در نهج البلاغه 214 از آقای امام محمد باقر علیه السلام، اگر گستاخی تو به حدی است که نه از حکومت آسمانی میترسی و نه از مردم روی زمین شرم داری، خود را در عدد حیوانات بشمار. یعنی تویی که نه از الله سبحانه و تعالی شرم و حیا میکنی، نه از مردم شرم و حیا داری، تو دیگه خودت در زمره حیوانات به شمار بیار. از رحمت للعالمین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، حیا دو نوع هست. در دید پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، حیا بر دو نوع هست: حیای عقلی و حیای حماقتی. حیای عقلی فهم و دانایی است و حیای حماقتی جهل و نادانی. در اصول کافی جلد 3 صفحه 166. از ابوالحسن علیه السلام، آقا امام علی علیه السلام، کسی که از گفتن قول حق حیا می کند، دلیل بر حماقت و ابلهی او است. یعنی شما وقتی که مطلبی را در نزد شما، در سینه شما نهفته هسته و اون مطلب حق هسته و حق باید گفته شد و شما حیا کدی، شرم کدی از گفتنش، همین دلیل کافی هست که از نظر امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام شما یک احمق و ابله باشی. کسی که از گفتن قول حق حیا میکند، دلیل بر حماقت و ابلهی او است. از امام جعفر صادق علیه السلام رئیس مذهب تشیع، کسی که در پرسیدن مسائل کمرو و خجالتی باشد، به همان اندازه دانش و معلومات او نیز اندک خواهد بود. یعنی شما اگر حیا کردی از سوال پرسیدن، اگر شرم کردی از دانستن، از علم فرا گرفتن، بدان که در ما اندازه معلومات و علم از تو هم کمتر میشه، معلومات و علم تو هم در ما اندازه کمتر میشه. در اصول کافی جلد 3 صفحه 165. پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید اگر برادر دینیت سه خصلت داشته باشد، حیا، امانت و صداقت،
به او امید داشته باش. خیلی تمام من دوست ها و آشناهایی داریم، رفیق داریم، اندیوال داریم، اگر حتی برادر دینی من، یعنی شمایی که نبا من دوست هستید، نبا را میشناسید، ولی در منزله برادر خواهر دینی من هست، اگر سه خصلت حیا، امانت و صداقت را دیدید، در از ما امیدی داشته باشید، در از دوستتان امید داشته باشید و الا از او قطع امید کن. در غیر از این صورت اگه بود، اگه حیا و امانت داری و صداقت نداشت، از او قطع امید کن، او امید نیست. امام سجاد زین العابدین علیه الصلوات و السلام، از خدای متعال بترس، از خدای متعال بترس که او قاهر و قادر بر تو است، و از او شرم داشته باش که او با تو و همراه تو است. یعنی جایی اگر در خلوتی انسان بخواد گناهی انجام بده، همیشه الله سبحانه و تعالی را حاضر و ناظر بر اعمال خود بدان، و بدان که شما از دید الله سبحانه و تعالی مخفی نیستی، ایشان همواره با شما هستند، و از ایشان از محضر الله سبحانه و تعالی انسان بنده این حقیر و ناچیز باید شرم و حیا داشته باشه. در بهار الانوار جلد 71 صفحه 336. امیر مؤمنان حیدر کرار، کرار لا فرار علیه الصلوات و السلام، اگر از یکی از شما چیزی سوال کند که آن را نمی داند، نباید حیا کند از این که بگوید من نمی دانم. کسی از شما سوالی می پرسه که نمی داند، از این حیا نداشته باش، شرم نشو که بگی نمی دانم. در نهج البلاغه 79. امام جعفر صادق علیه الصلوات و السلام رئیس مذهب تشیع می فرماید منشأ حیا دو گونه است، یعنی سرچشمه و ریشه حیا دو گونه است، یکی از روی ضعف و دیگری در اثر نیروی اسلام و قوت ایمانی است. بعضیا از روی اینکه ضعیف هستند، در احادیث قبلی چی خواندیم؟ که از گفتن حق نباید حیا کنی. چرا؟ چون اگه این کار کردی دلیل بر حماقت و ابلهی تو هستن. بعضی از روی ضعف و از روی ضعیف بودن حیا دارن، یعنی از گفتن مطالب، از انجام دادن کارها می شرمن. این حیا از روی ضعف هست، و یک حیای دیگه هست که او اصلی هست و این در اثر نیروی اسلام و قوت ایمانی هست. بهار الانوار جلد 78 صفحه 240. امام جعفر صادق در حدیث گوهربار می فرماید این سه چیز در هر کس نباشد، دیگر خیر و امیدی به او نیست. شما می خواهی یک نفر ببینی که آیا خیر و امیدی در زمین دوستم، در زمین فامیلم، در زمین رفیقم هست یا نه. اگر از این سه چیز را در وجود از او شخص ندیدی، امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید در این بشر نه خیری هست و نه امیدی. کسی که در خلوت و نهان از خدا نمی ترسد. دو، در سنین پیری متنبه و بیدار نمی شود. سه، از عیب و زشتی های خود شرم و حیا نمی کند. اگر دیدی افراد دارای از این صفات هستند، بدان که در از نه خیری وجود داره و نه امیدی در اصلاح شدنشان هست. یک، در خلوت و نهان از الله سبحانه و تعالی نمی ترسد. در سن پیری متنبه و بیدار نمی شود، سر عقل نمیاد، از عیوب زشتی های خود شرم و حیا نمی کنه. از عیب و زشتی خودم هیچ شرم و حیایی ندارم. پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید کسی که آشکارا و در انظار مردم از خدا حیا نمی کند. می بینی در زمین لایوا طبعا افرادی هستن که برای بیننده و برای لایک و گیفت و فالو دست چه کارهایی میزنن، خیلی افراد مشهوری هم هستن، خوب اینا را در نظر بگیر خواهر و برادرم. کسی که آشکارا و در انظار مردم از خدا حیا نمی کند، مسلما در تنهایی و خلوت هم از خدا شرم نخواهد داشت. امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام می فرماید به هر مقدار که حجب و حیای انسان کم می شود، به همان میزان تقوا و پرهیزکاری او نیز کم رنگ تر میکرد. هر چقدر حجب و حیا از شما کمتر شود، بدان اونمو اندازه تقوا و پرهیزکاری از شما کم میشه. در نهج البلاغه امام جعفر صادق
رئیس مذهب تشیع علیه الصلوات و السلام، آدم حیادار سراسر وجودش خیر و سعادت است. آدم حیادار سراسر وجودش خیر و سعادت است و آن کس که از نعمت حیا ناکام مانده سراسر وجودش شر و نگونبختی است، هرچند عبادت کند و متقی و پرهیزکار هم باشد. حتی عبادت کنی، تقوا داشته باشی، پرهیزکار باشی، ولی شرم و حیا نداشته باشی، سراسر وجودش شر و نگونبختی هست، بدبختی هست. امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه الصلوات و السلام، شرم و حیا همدم و ملازم عفت و پاکدامنی است. یعنی این دوتا از همدیگر جدایی ندارند، همیشه در کنار یک دیگر هستند. اگر یکی نبود دیگری نیست، اگر اولی نبود دومی رو پیدا نمی کنی و دومی بدون وجود اولی حاصل نمی شود. شرم و حیا همدم و ملازم عفت و پاکدامنی هستند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید خداوند انسان با حیای بردبار پاک دامنی را که پاک دامنی می ورزد دوست دارد. در کافی جلد 2 صفحه 112 امام کاظم علیه الصلوات و السلام می فرماید حیا از ایمان و ایمان در بهشت است و بدزبانی از بیمهری و بدرفتاری حاصل می شود. حیا را از ایمان می دانند، یعنی هر چقدر ایمان بیشتر حیا بیشتر، و جای ایمان هم در بهشت هست. یعنی انسانی که حیا داره طبعا ایمانش هم قویه و جایگاهش در بهشت هست. و بدزبانی ای از بیمهری و بدرفتاری میاد و جای بدرفتار هم در جهنم هست. بهار الانوار جلد 75 صفحه 309. امام صادق علیه الصلوات و السلام می فرماید، خوب گوش کن، امام صادق علیه الصلوات و السلام می فرماید حیا 10 جزء دارد. حیا 10 جزء دارد. 9 جزء آن در زنان است و 1 جزء در مردان. 9 جزء آن در زنان است و 1 جزء آن در مردان. من لا یحذره الفقیه جلد 3 صفحه 468 حدیث 46 30. حیا را 10 قسمت می دانند که 9 قسمت از این در نزد خواهران و مادران در نزد زنان هستند و 1 جزء در مردان هستند. طبیعتاً از این خواهرها و برادرها، از این خواهرها و مادرای از ما طبعاً همون گونه که هستند حیا و شرم و عفت بیشتری دارند. یعنی شایسته است که ما پیروان و محبین امام جعفر صادق علیه السلام بر این کلام استوار باشیم. امام باقر علیه السلام می فرماید درباره این گفته خداوند، در مورد این سخن خداوند، کدام سخن؟ الله سبحانه و تعالی میگه با مردم به زبان خوش سخن بگویید. و قولوا للناس حسنا، با مردم به زبان خوش سخن بگویید. امام باقر علیه السلام در این مورد فرمود بهترین سخنی که دوست دارید مردم به شما بگویند به آنها بگویید. چیزی را که دوست داری بشنوی تا دیگران بگو. چرا که خداوند دشنام دهنده، زخم زبان زن بر مؤمنان، زشت گفتار، بد زبان، اینها را دشمن می‌داره الله سبحانه و تعالی، و با حیا و بردبار و عفیف را دوست داره. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید حیا تمام دین است. حیا تمام دین، یعنی تمام دین در شرم و حیا خلاصه میشه. تمام دین در شرم و حیا خلاصه میشه. و در آخر از آقا
امام رضا علیه السلام، ثامن الحجاج علیه السلام. عقل هر کجا باشد، حیا و دین نیز به همراه او می آیند. عقل هر کجا باشد، حیا و دین نیز به همراه او می آیند. یعنی کسی را که دیدید حیا دارد، دیندار هستند، بدانید که از عقل برخوردار هستند. و کسی که از حیا و عفت دور بود، بدانید که از عقل دور هستند. کسی که از حیا و عفت دور بود، چی از نظر مردم، چی از نظر الله سبحانه و تعالی، بدانید که او از عقل، از نعمت عقل دور هست. خدا انشالله که ما را از زمره کسانی قرار بده که در از گفتار و در از احادیث گوش می سپاریم و سعی میکنیم در حد توان در زندگی خو اینا را انجام بدیم. سعی میکنیم که این کلیدهای موفقیت، این کلیدهایی که از اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه و اجمعین دما میرسن در زندگی خود، چه خواهر و چه برادرم، اینا را استفاده کنیم و اینا را در کار بگیریم. چرا که دنیا مزرعه الاخره، این دنیا مزرعه آخرت هستن. خواهر و برادرم همیشه در یاد از این باش که مرگ، فرشته مرگ عزرائیل علیه السلام خیلی نزدیک هستن. ایره دیاد داشته باش که در دنیا مسافر هستیم. ایره دیاد داشته باش که اصل زندگی، اصل امتحان، اصل حیات ما هنوز باقی مانده. ایره دیاد داشته باش که ما و تو در اینجا هستیم که توشه آخرت برداریم. ما و تو در اینجا هستیم که ذخیره آخرت خود برداریم. ما و تو در این دنیا هستیم که برای از اون دنیا توشه و آذوقه و ذخیره جمع کنیم. نشه که دنیا و خوشی ها و لذت های دنیا ما را از مسیرمون، از هدفمون دور کنه. در صورتی که حتی نمیدانیم چقدر وقت داریم، چقدر از این وقتمون مانده، چقدر زنده هستیم، چقدر مهلت داریم. امان از وقت کم و امتحان سخت، امان از آذوقه کم و مسیر طولانی. یا الله، یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک.